خدا شکر خوشحال هستم برای این فرصت که در خدمت شما هستم و میتونم مطالبی را از کلام خدا با شما در میون بذارم قبل از هر چیز از شبکه امید جاودان جناب کشیش رسول هیدری تشکر میکنم که این فرصت را از طریق این شبکه ایجاد کردن که در خدمت شما باشم و مطالبی که در قلبم است با شما در میون بذارم و به این طریق با هم باعث جلال خدا باشیم و خدا رو جلال بدهیم امروز مطلبی که در قلب ماست با شما در میون بذارم در ارتباط با تشنگی برای حضور خداست نمیدونم چقدر در قلبتون اشتیاق برای حضور خدا دارید یا پیامد حضور خدا را در زندگی خودتون چگونه میبینید خیلی وقتها مسائل مختلف ما رو مشغول میکنه تفکر برای زندگی، کار، رسیدگی به مسائل مختلف روزمره و مسائل جور با جور اینقدر فکر رو قلب و وجود ما رو مشغول خودش میکنه که ما وقت زیادی برای پرداختن به خدا و فکر کردن به حضور خدا رو نداریم یا به عبارت دیگه تشنگی روحانی ما از بین میره و گایقا گای تشنه خدا نیستیم ولی وقتی متوجه خدا میشیم به حضور خدا میریم و وقت میدیم به خدا در دعاها روی او را میطلبیم رفته رفته این اشتها در ما بیشتر میشه و گاهی اوقات با شروع یک دعا خوندن یک آیه این اشتیاق مثل که شروع میشه میگن اشتها زیر دندونه با زمزمه کردن و با خوردن یکی دو تا مطلب روحانی اشتهای ما باز میشه و ما مشتاق خدا میشیم و رفته رفته این اشتیاق میتونه اوج بگیره. گاهی اوقات برعکس اینم هست وقتی ما گرفتار مسائل مختلف زندگی هستیم، متوجه مسائل جور با جور زندگی میشیم، رفته رفته بی اشتهای روحانی در ما ایجاد میشه. طلبیدن و حضور خدا موندن در حضور خدا در این زندگی که پر از عجله و شتاب و مسائل مختلفه مثل که یک چیز خیلی ناگواری دیده میشه اما با پرداختن به حضور خدا و به خصوص تفکر کردن به کلام خدا و مردان و زنان و مقدسی که تشنه حضور خدا بودن و هستن اشتیاق و تشنگی ما را هم برمی که ما هم مشتاق خدا باشیم و حضور او را بطلبیم در این میان ما داوود را می داوود داود مردیه که مشتاق خداست تشنه خداست در مزامیر صحبت از تشنگی روحانی میکنه او در آغاز یک فرد معمولی بود ولی بعدها یک پادشاه بود و میبایستی کشوری را اداره کنه ولی با وجود همه مشغله های زندگی در مخته های مختلف زندگی داوود وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که او مشتاق خداست روی خدا را می طلبه، حضور خدا را میطلبه، و آرزوی قلبی او اینه که به حضور خدا بره و در حضور او تفکر کنه فکر کنه به خدا فکر کنه در مزمور 42 آیه 1 و 2 این آیات زیبا وجود داره میگه چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد جان من تشنه خداست تشنه خدای حی تشنه خدای زنده که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم چقدر زیباست که داوود چنین اشتیاقی را برای خدا داره خیلی وقتا وقتی ما به افراد میبینیم که نیش توجهی به خدا نمی هیچ وقت حاضر نیستن به او وقت بدن یا باور کنن به حضور او اما داوود را میبینیم که سراسر ایمان و اعتماد به خداست و مشتاق و تشنه خداست تا او را ملاقات کنه میگه چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق داره ای خدا جان منم مشتاق توست معمولا تشنگی برای آهو و خیلی از حیوانات به قدری جدی میشه که اونها حتی به خطر جان خودشون میخوان برند و به آب برسند خیلی وقتا آهو وقتی تشنه است و دنبال آب میگرده و سراغ نهرهای آب میره اونجا حیوانات درنده است شیر وجود داره پلنگ ببر حیوانات درنده و به این گونه آهو با خطر جان خودش داره میره تا به آب برسه اون تشنگی رو برطرف کنه و حاضر خودش رو به خطر بندازه تا اون اشتیاق و تشنگی خود را برطرف کنه حالا ما چقدر اشتیاق خدا را داریم داود میگه اینطوری منم مشتاق خدا هستم تشنه خدا هستم میخوام به حضور این خدای زنده برم و روی او را بتلمم او را بپرستم او را شکر کنم و به این طریق اشتیاق و تشنگی خودش رو برای خدا آشکار میکنه میگه جان من تشنه خداست خدای حی خدای هی، خدای زنده خدایی که عمل میکنه خدایی که وارد ارتباط با ما میشه خدایی که میشنوه خدایی که به میدان میاد و جلال و قدرت خودش رو در زندگی ما آشکار میکنه داوود دوست داشت با این خدا در ارتباط باشه صدای او را بشنوه کلام او را بشنوه از او هدایت بشه و آنچه که منظور نظر خداست اونو انجام بده به این طریق داوود خودشو مردی نشون میده که تشنه خداست و اشتها... اشتهای روحانی و تشنگی روحانی ما رو هم برمی که ما هم مثل او مشتاق و تشنه خدا باشیم در جاهای دیگه هم میبینیم که داوود واقعا مردیه که دنبال خداست تشنگی خودشو ابراز میکنه بیقراری میکنه برای حضور خدا در وصف خدا می سراید سرودها می خونه مزامیر می ایمان خودش رو به خدا اقرار میکنه و بیشتر و بیشتر میخواد به خدا نزدیک بشه وقف او بشه تسلیم او بشه و به این طریق رضایت او را جلب کنه با او زندگی کنه و این چیزیه که قلب داوود مشتاق اونه در جای دیگه هم میبینیم در مزمور 63 چگونه داوود اون تشنگی خودش رو ابراز میکنه میگه ای خدا تو خدای من هستی در سهر تو را خواهم طلبید جان من تشنه توست و جسدم مشتاق تو در زمین خشک تشنه بی آب چنا که در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم باز میبینیم که داوود در این مزمور صحبت از این میکنه که ای خدا صبح زود در سحر روی تو را می طلبم روی خودم روی تو را با آغاز روزم و با طلبیدن روی تو شروع می کنم من تشنه تو هستم من مشتاق تو هستم و میخوام تمام روز با تو و در حضور تو زندگی کنم وقتی چنین تشنگی در قلب ما ایجاد میشه ما روی او را میطلبیم حضور خدا میاد و جلال خدا در زندگی ما آشکار میشه میدونید خیلی وقتا ما تجربه خیلی کمی از حضور خدا داریم وقتی حضور خدا بیاد چه تغییرات ایجاد میشه میدونید حضور خدا شامل آشکار شدن جلال خداست نیکویی خداست و عظمت و بزرگی خداست و قدرت خداست آیا تو نمیخوای قدرت خدا در زندگی تو آشکار بشه؟ آیا نمیخوای حضور او را لمس کنی؟ آیا نمیخوای عظمت و بزرگی او را ببینی؟ که ببینی او چقدر عالی بزرگ مبارکه؟ وقتی خدا رو اینطوری لمس میکنی تجربه میکنی میچشی اون موقع میبینی که دنیا و تمامی آن از آن خداونده و حضور خدا همه جا را فرا میگیره و چقدر بیشتر باید در حضور او با وقف و تسلیم و پرستش و شکرگذاری زندگی کرد و اونجاست که ما هم مثل داوود هم نواش شده با مزامیر با سرودها با پرستشها ابراز عشق و علاقه به خدا می کنیم و رابطه تنگا تنگ با خدا ایجاد می کنیم و نو حفظ می کنیم و با خداوند زندگی می کنیم اینجاست که داوود ما را تشویق می کنه نمونه زیبایی برای ما میشه که ای خدا در سهر تو را می طلبم تو خدای زنده ای هستی می خواهم با تو در ارتباط باشم صدای تو را بشنوم کلام تو را بشنوم میدونید وقتی ما در زندگی خودمون صدای خدا رو میشنویم خیلی وقتا هیجان زده میشیم که بیشتر روی او را به طلبیم خیلی وقتا افراد هیچ رابطه ای با خدا ندارند رابطه خیلی دورا دور خیلی جست گریخته هر چند وقت یک باری با حدس و گمان اینکه خدا با اونا صحبت کرده باشه ولی وقتی این رابطه زیادتر میشه قویتر میشه ما تشنه خدا میشیم مشتاق خدا میشیم و بیشتر مایل میشویم که او را ملاقات کنیم و خدا هم دنبال ماست او دنبال بهانه میگرده برای موسا بوته شعلوی را نشون داد تا توجه موسا را به خودش جلب کنه برای افراد مختلف به گناه های مختلف او توجه ما را به خودش جلب میکنه تا با او وارد یک رابطه نزدیک بشیم و او شروع میکنه با ما کردن وقتی او با ما صحبت میکنه زندگی رنگ و بوی دیگه ای میگیره و اینجاست که ما نیاز داریم قدرت خدا را ببینیم در زندگی خودمون بچشیم حضور خدا را بچشیم حضوری که در ابر و آتش در عهد عتیق میشد افراد میدیدند حضور خدا را و عظمت و بزرگی خدا را میدیدند و اینجاست که وقتی این حضور در زندگی ما آشکار میشه ما متبدل میشیم ما تبدیل به افراد جدیدی میشیم که عاشق خدا میشیم میدونید عاشقان خدا در کلام خدا همواره در جستجوی خدا هستند و میخواند بهترین ها رو برای او انجام بدن عالی ترین ها رو فدایو کنند قربانی ها تقدیم کنند از او اطاعت کنند برای انجام اراده خدا هر کاری از دستشون برمیاد انجام بدن تا مورد پسند او واقع بشند اینجاست که ما مشتاق او میشویم میخواییم ای خداوند میخواییم در همه بخشهای زندگی من تو جلال بیابی. بی منم مثل داوود میتونم اقرار کنم خداوند که مثل آهو تشنه تو هستم مشتاق تو هستم مثل آهو که تشنه نهرهای آبه آب دنبال نهرهای آب, آب میره به همین گونه خداوند منم مشتاق تو هستم و حاضرم صبح زود در سهر در نیمه روز در پایان روز همواره همواره روی تو را بطلبم و ای خداوند با تو زندگی کنم وقتی ما با چنین اشتیاقی به حضور خدا میریم و روی او را میطلبیم وعده های بسیار زیادی هست که در ادامه صحبتان بونا خواهم پرداخت خواهیم دید که خدا چنین تشنگی را میبینه میاد به میدان ما را ملاقات میکنه ما را احیا میکنه و قلب ما پر از شادی سرور و خوشحالی میشه و اون موقع است که میفهمیم که زندگی روحانی زندگی عاشقانه داشتن با خداوند چه زندگی مبارک و پربرکتیه در جای دیگه هم همین گونه میبینیم در مزمور 125 آیاتی اونجا وجود داره که میگه پیوسته روی خدا رو بتلبید 105 آیه 3 و 4 میگه در نام قدوس و فخر کنید دل طالبان خداوند شادمان باشد خداوند و قوت و او را به طلبید روی او را پیوسته طالب باشید دل طالبان خداوند شادمان باشد کسانی که خدا رو می طلبند قلبشون پر از شادی و سرور شود چون عالی ترین کار رو انجام میدن بهترین کار رو انجام میدن بهترین کار اینه طلبیدن روی او طلبیدن حضور خدا رفتن به حضور خدا و مشتاق ملاقات خداوند شدن اینجاست که خداوند و روی او را می و پیوسته می میدونید ما گاهی اوقات می یه ساعت نیم ساعت دو ساعت دعا می کنیم و بعد گاهی اوقات روزها دیگه دعا نمی کنیم آتش اشتیاق حضور خدا تشنگی دائم برای خدا رو باید در خود اون زنده نگه داریم و به این طریق وقتی رفته رفته روی او را می طلبیم، حضور او را میطلبیم، جلال خدا میاد و تحول و دگرگونی در زندگی ما ایجاد میشه میبینیم که او ما را هدایت میکنه او با ما سخن میگه و جلال خودش آشکار میکنه گره های زندگی ما را باز میکنه و باعث میشه که ما بیشتر و بیشتر وقت او بشیم و هر روزه با انتظار حضور او زندگی کنیم میدونید یکی از دعاهای خوبی که ما میتونیم بکنیم اینه که ای خداوند دعا میکنم که روی تو را ببینم حضور تو را ببینم جلال خود را برای من آشکار کن من میخوام جلال تو را ببینم بزرگی تو را ببینم نیکویی تو را ببینم نیکویی خدا چیه برکت خدا در زندگی ما جاری بشه قدرت برکت خدا در زندگی ما آشکار بشه و این نیکویی خداست که ما را وقتی حضور میشیم و برای همین ما نیاز داریم که روی او را بتلبیم حضور خدا را بتلبیم و وقف خدا بشیم صدی میگه یه نفر در بیابان از تشنگی داشت میمرد میگفت گوشا به حال کسی که در آب غرق شد و مرد حداقل آب سیری خورد و مرد وقتی ما مشتاق خدا هستیم تشنه خدا هستیم همینطوره بله باید به حضور خدا بریم و زندگی را وقف او بکنیم و از حضور او لذت ببریم از حضور او برکت بیابیم و وقتی ما در چنین مسیری قرار میگیریم عالی ترین مسیر زندگی ماست میدونید وقتی حضور خدا میاد به طور طبیعی ما از مسائل دنیا آزاد میشیم نمیشه حضور خدا را تجربه کرد و پر از غم و اندوه و نگرانی بود حضور خدا ما را از نگرانی ها آزاد میکنه از دل و ها آزاد میکنه و ما را وارد یک تجربه فوق طبیعی می کنه که همه چیز را میتونیم با دید خدا نگاه کنیم و اون موقع است که زندگی ما تو هم با پیروزی موفقیت و شادمانی خواهد بود و حضور خدا قلب و وجود ما را اون موقع در بر میگیره عیسی مسیح در روز آخر عید ایستاد و با صدای بلند و رسا گفت همه تشنگان ای شما که تشنه هستید بیایید و بیایید مفت و مجانی بخورید در اشعیا میگه و در یوحنا باب 37 اونجا اشاره میکنه که عیسی مسیح داشت مردم رو دعوت میکرد تا اونا بیان و با دریافت روح القدس تشنگی آنها برطرف بشه و خدا را بچشن خدا را ملاقات کنن بله وقتی ما مشتاق حضور خدا میشیم روح خدا میاد و قلب و وجود ما را فرا میگیره و یک رابطه خاصی با خدا شروع میشه که وقتی ما در اون رابطه درست ادامه میدیم قطع نمی کنیم پیوسته پیوسته ادامه میدیم روی او را می طلبیم. آن موقع است که رفته رفته وارد یک دنیای کاملا تازه میشیم و برای همین دوست و برادر عزیز من شما را دعوت میکنم که این برنامه ها رو دنبال کنید و من از کلام خدا شما را هدایت خواهم کرد تا ببینید که وقتی ما روی او را می تلبیم خدا میاد به سراغ ما ما را ملاقات میکنه و جلال خودش رو در زندگی ما آشکار میکنه و اونجاست که ما خواهیم دید که عالی ترین زندگی عالی ترین خدمت حتی برتر از خدمت طلبیدن روی خداست اگه خدمتی انجام میدیم با تسلیم شدن به خدا و طلبیدن روی خدا انجام میدیم اون موقع حکمت خدا میاد حضور خدا میاد خدمات ما مبارک میشه خانواده ما مبارک میشه و زندگی ما مبارک میشه و برکت زندگی ما در اینه که ما با طلبیدن روی خدا پیوسته با او زندگی کنیم و اون موقع است که همه چی در زندگی ما تغییر و دوچار تغییر میشه و شکل و شمایل دیگه ای به خودش میگیره پس بیایید ما هم مثل داوود بگیم که بله ای خداوند چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاد دارد همچنان ای خدا جان من تشنه توست تشنه خدای هی تشنه خدای زنده بله او را در سر خواهم طلبید او را پیوسته خواهم طلبید و بله دل من شادما خواهد شد از اینکه مدام روی او را میطلبم بله با تلاویدن روی خدا از حضور او از برکت او از نیکوی او و از عظمت حضور او برخوردار خواهیم شد و به این طریق مبارک خداوند خواهیم بود خدا شما را برکت بده دعوت می کنم همین الان در یک دعایی قلب های خود را به روی او باز کنی و به او بگیم ای خداوند من مشتاق تو هستم پدر آسمانی تو را شکر میکنم برای این فرصت برای عیزانم که به این برنامه توجه می‌کنند. دعا میکنم پدر آسمانی حضور تو بیاید و قلب و وجود همه ما را و به خصوص عیزان بیننده ما را لمس کنی و جلال خود تو به آنها آشکار کنی ما همه مشتاق تو هستیم و میخواهیم این اشتیاق و تشنگی را در ما بیشتر و بیشتر بکنی تا تماما وقف تو شده ای خداوند از حضور تو پر شویم مالامال از حضور تو و در حضور تو رفتار کنیم و ای خداوند نام تو در زندگی ما جلال پیدا میکنه دعا میکنم برای یکی یکی عزیزان خداوند آنانی که تشنه هستند آنها را ملاقات کن و آنانی که این تشنگی در آنها دارد ایجاد میشود آن را بیشتر کن و آنها را جذب خودت کن و در زندگی و وجود هر یک از ما پدر به نام عیسی مسیح جلال بیاب آمین آمین خداوند شما را برکت بده Uh...